والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين أي أزهم ممكنات أقدم گفتار تو بر خرد مقدم ای میر امم امیر لولاک و ای فخر بشر نبی اکرم ای شأن تو لا نبی بعدی انوان گرامی تو خاتم خلاق جهان نمود وصفت گویان فرشتگان صنایت، ای گوش همه به امر و نهیت وی بود ندای حق ندایت ای اشرف بندگان یزدان وی سرور سروران عالم لولاک لما خلقت و لفلاک گفته است به وصف تو خدایت ای مبدع آفرینش خلق ای بهر نجات ما دعایت ای عرش قبار نعل کفشت بوسیده برای خیر مقدم ای خاتم انبیا محمد اللهم صل علی محمد پیغام خدا محمد اللهم صل علی محمد که از زیباترین سروده ها در مده خاتم النبیین این سروده است البته بیت اول شاید علامت سوالی برای عزیزان ایجاد کند میگه ای از همه ممکنات اقدم گفتار تو بر خرد مقدم شاید به ذهن بیاد مگر گفتار انبیا با خرد تعارضی داره که در این تعارض ما گفتار انبیا رو مقدم بداریم میدانید ما ای داریم کل ما حکم به شر حکم به العقل شر و عقل با هم تعارضی ندارن ولی گاهی عقل ما تحت هجاب خواسته های نفسانی منافع شخصی منافع جناهی اون تصمیم درسته رو نمیگیریم یه شعری داره حکیم سنایی انصافاً حکیمانه گفته خیلی زیباست یه بیته ولی و اندازه یه کتابه میگه آفتابن در سما آنگه کسی گوید سوها ان در جهان آنگه کسی گوید که عقل سوها میدانید یک ستاره بسیار کم سویه، کم نوری هست که شب تار نمیشه پیداش کرد تا به خورشید عالم تاب وقتی میتابه شما برید ببینید میتونید سوها رو پیدا کنید و حکیم سنایی میگه آفتاب در سما آن یه کسی گوید سوها مصطفی ان در جهان آن یه کسی گوید که عقل عقل ما خرد ما با این همه هجابهایی که داره ببینید خیلی تصمیم های غیر ما میگیریم با اینکه میدونیم مسلحت نیست ولی یه منافع زودگذری در نظرمون هست عقلمون رو زیر پا میزنیم اگه انسان ها همه عقلشون رو به کار می بردن که عالم گلستان بود این همه مشکلات و دعواها و جنگها و ظلمهایی که تو عالم هست برای که ما عقلمون رو به کار نمیبریم. بله کل ما حکم به عقل حکم به شر اگر عقلمون رو درست استفاده کنیم حجاب منافع شخصی منافع جناهی هواهای نفسانی رو کنار بگذاریم که نمیگذاریم لذا میگه ای از همه ممکنات اقدم گفتار تو بر خرد مقدم ای میر امم امیر لولاک ای فخر بشر نبی اکرم به هر حال روزهای پایانی ماه سفر فرصتی است برای بازگشت مجدد به سیره نبی مکرم اسلام احیا کنیم در زندگی خودمون در زندگی فردی اجتماعی برخوردهای جا در جامعه مناسبتهای فرهنگی اقتصادی اگر به سیره پیامبر برمیگشتیم و جامعه دین اونو عمل میکرد ما مشکلی نداشتیم اجازه بدید چون فرصت کوتاه من خیلی سریع نمونه های از سیره حضرت رو یادداشت کردم پنجاه انوانه بعید میدونم حالا فهرستش بگیم نمیرسیم حالا یه چند تاش. سیره نبی مکرم اسلام در زندگی خانوادگیشون این جمله رو من میخوانم تکرار میکنم حتما تو ذهن مبارکتون میماند پیامبر فرمودن خیرکم خیرکم لأهلهی بهترین شما اون است که برای زن و بچهش بهتر باشه یعنی اینکه آدم بیرون خانه خوش اخلاق باشه تو خونه بیاد بد اخلاقی کنه نه بد اخلاقی حتی اون درجه خوش اخلاقی بیرون تو خونه نداشته باشه این خوب نیست فرمود بهترین شما اون است که تو خونه بهتر باشه و انا خیرکم اهلی و من اینجوریم یعنی اگر قرآن کریم ستایش می کند اخلاق پیامبر این نکل علا خلق عظیم اوج این اخلاق ظهور این اخلاق پیامبر تو خانه ی حضرت بود رسول خدا یه خادمی داشت انس ابن مالک خادم افتخاری پیامبر بود میگه خدم تو نبی عشر سنین ده سال خادم افتخاری بوده سلام علیکم و رحمتون ده سال خادم افتخاری رسول خدا بوده میگه تو این ده سال ما قاللی الله اکبر نشد پیامبر خدا یک بار به من بفرماد لما فعلت الا فعلت لما صنعت هلا صنعت چرا این کار کردی؟ چرا این کار نکردی؟ چرا این درست کردی؟ چرا اونو درست نکردی؟ یک بار به من چیزی نکن این برخورد رسول خدا با خادم شد تا چه رسد ما غاللی یه بار به من نگفت میگه گاهی پیامبر دیر می آمدن منزل من فکر میکردم حضرت یه جا مهمونی رفتن من شام حضرت رو میخوردم یه لیوان شیر بود میخورد بعد پیامبر میآمد میفهمیدم اصحاب آقا رو معطل کرده بودن اصلا به رو من نمی از ادامه داره این گزارشش خیلی جالبه میگه ولا لامنی نساؤه پیامبر که به من دعوا نمی گاهی بعضی از همسران پیامبر منو سرزنش میکردن رسول خدا از من دفاع میکرد میفرمود دعوه چی چیکارش دارید رهاش کنید انما کان به کتاب و قدر حالا مقدر ما همین بوده دعوا میکنید البته اشتباه نمی نمیخوایم کوتاهی های خودمون رو به حساب قضا و قدر ولی به هر حال زندگی همیشه بنا نیست بر وفق مراد باشه حضرت از من دفاع میکرد کرد او در حالات نبی مکرم اسلام هست من بارها اینو عرض کردم اعتقاد امینه شایدم اشتباه میکنم اگر همین امروز جامعه دینی ما همین جمله پیامبر رو تو زندگیش باور میکرد نه بشنویم من خودم بیشتر از شما گفتم نه باور میکردیم بسیاری از این ناراحتی ها و بیماری ها برطرف میشد الان میدونید بحث بیماری های روحی و روانی دیگه به سنین خیلی پایین رسیده دیگه قدیما بود که سال خوردگان آرام بخش مصرف میکردن حالا به سنین خیلی پایین ترم رسیده یه آقای چندی پیش آمد پیش من گفت که ما رفتیم با یه عروس خانم ازدواج کنیم بعد که رفتیم کرد، معلوم شده که این آرام بخش مصرف میکنه تو آزمایشش مشخص شده گوه حالا با من مشورم گفت به نظر شما من ازدواج بکنم گفتم خداییش تو خودت مصرف نمی کن گفت چرا منم مکنه خب به پای هم میایید دیگه شانلا به پای هم پیر بشید دیگه اون میخوره تا هم میخوره همه دارن میخورن حرف من اینه اگر همین جمله نبی مکرم اسلام انایت کنید من دوبار میخونم تو ذهن مبارکتون میمونه ادا اتاهش امرون یا شیعون یحبه حبهو ادا شی شیعون یا امرون یکرهو حضرت تو زندگیشون اگر به یه چیزی برخورد میکردن که دوست داشتن موافق میل حضرت بود این جمله رو میگفتن گفتن, گفتن الحمدلله علا حاضه نعمه خدای شکر به خاطر نعمتت اما ازا عطاها امرون یکرهوهو اگر یه چیزی بود که باب میل حضرت نبود نمیخواستیم اینجوری بشه اتفاق به عکس شد جمله رو عوض الحمدلله علا کل حال اونجا چی بود؟ الحمدلله علا حاضه اگه راضی بودن اگه راضی نبودن الحمدلله علا کل حاله حالا بابا یه گوشش مشکل داره همه زندگی که این نیست چقدر ما ناشکری میکنیم چقدر همه زندگی در مشکلات و سختی ها که نیست الحمدلله علا حاضه یا الحمدلله علا کل حاله جمله سوم رو بخوانم از رسول خدا در کافی مرحوم کلینی هست الله اکبر امام صادق علیه السلام فرمود الله الله فی النساء به همسرانتون ظلم نکنید فا این آخر ما تکلم بهی نبی یکم مسلمان ها میخوایید بدون آخرین جمله که پیامبرتون بر زبان جاری کرد و از دنیا رفت چی بود؟ حتی تلج لسانو و خفی کلامو پیامبر داشت حرف میزد آخرین لحظات تلج لسانو دیگه زبونشون بند آمد خفی کلامو دیگه معلوم نبود چی داره میگه حضرت آدم میزاده دیگه آدم به یه جایی میرسه دیگه حرفش نامفهوم میشه میدونید پیامبر چی داشت میگفت که دیگه رسید اون نفس آخر تلج و خفیه دیگه حرفشون شنیده نمیشد و معلوم نبود آخرین جملهشون این بود اوسی کن به نسا. تو خونه موازه به اخلاق خانوادگیتون باشید البته فرق نمیکنه مردها نسبت به همسرانشون خانم ها نسبت به شوهرانشون فرمود ان الله لا یقذب لشی ان که قذبهی و سبیان خدا برای هیچ چیزی عصبانی نمیشه قذب نمیکنه مثل قذبی که به خاطر ظلم به زنها و بچه ها میشه سید الشهدا سلام الله علیه اصر آشورا به امام سجاد فرمود بنی یا که و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله از ظلم به کسی که جز خدا پناه نداره بپری ظلم میدونید حتما عزیزان من مستحضرید ظلم با ظلمت از یه ریشه است ظلم و ظلمت ریششون شون یک ظلم ظلمته ظلم تاریکیه اگه ظلم کردیم تاریکی میاد تو زندگی ولی مخصوصا سید و شهده اصر آشورا فرمود از ظلم به کسی که جز خدا پناه نداره یه وقت ما به کسی ظلم میکنیم و از ما انتقام میگیر اینم ظلمه یه وقت به کسی ظلم میکنیم آه میکشه آه میکشه صاحب تبریزی یه شعری داره باز از اون است که به نظرم میدونید گاهی این یه بیت شعر خیلی حرف و جلو میبره کمک میکنه کار جلو میره امیر مؤمنان سلام الله تعبیری داره به نظرم این شعر شاید برگرفته از همین کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه باشه حواسمون رو جمع کنیم عرض کردم هر نوع ظلمی بده همه نوع ظلم بده ولی شما به کسی ظلم میکنی انتقام میگیره از شما اونم بده اما به کسی ظلم میکنیم آه میکشه این آه مظلومه که زندگی رو برهم میزنه زندگی رو مختل میکنه صاحب تبریزی میگه شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست که این صدا به قیامت بلند خواهد شد الله اکبر شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست مگو آقا ما دل شکستیم میگن آدم دل بشکنه صدا میکنه زندگی به هم میخوره چیزی ما صدا نشنیدیم ظلم کردیم و هیچ طوری هم نشد الحمدلله باب ظلم که فراوان دیگه امیر مؤمنان سلام الله علیه جان و عالم به فداشون تو نهج البلاغه تعبیری دارن الا و ان الظلم ثلاثه از این ظلم سه دست است یه خودم به خودی ظلم میکنه این گناهایی که ما میکنیم گناه ظلمه به خودمون به خدا که ظلم نکنیم به خودمون ظلم کرد فرمود این گناهان رو خدا توبه کنه گناهت مثل شرک باشه خدا نمی آمرزه مگر اینکه مبهد بشی قرآن کریم هم می الشرک این نشرکه عظیم ان الله یغفر همه می اما شرک رو نمی آمرزه مگر اینکه یعنی مبهد بشی بعد حضرت می یه گناه یه ظلم هم هست که لا یقفر خدا نمی امشب شب جمعه از تا صبح دعا کمیل بخونی تا سهر ناله بزنی اون یه دونه گناه رو خدا نمی آمونه چی اون؟ حق و به دیگران ظلم بکنی مال دیگران رو ببری آبروی دیگران رو ببری این بدترین ظلمه اینو خدا نمی آمونه مگر اینکه طرف از شما راضی بشه تو حق و ناس باید طرف از ما راضی بشه یه داستانی میدم در حالات امام رضا سلام الله علیه آقا نشسته بودن یه شعری میخوندن خیلی شعر قشنگی مثلا باشه شاید روز شهادت امام رضا علیه السلام براتون خوندم شعر مال خود امام رضا نبود مال یه شاعری بود کلنا نعمل و مدن فی العمل فی العجل و المنایاه و نعافات العمل یه همه ما دلمون میخواد عمرامون طولانی باشه ولی نمیدونیم که مرگ به دنبالمونه من گاهی گفتم اینو گفتم بعضی رو فکر میکنن اگه ما کرونا رو شکست دادیم که انشالله بتونیم شکست بدیم فکر میکنن مرگ رو هم شکست نه بابا مرگ رو که شکست ندادیم مرگ یه جا دیگه میاد انشالله این رو شکست میدیم انشالله ولی مرگ رو که شکست ندادیم مرگ بالاخره یه جا دیگه میاد کلونا نعمل و مدن فل عجل و و العمل خیلی شعر زیبایی مفصل حالا باشه حضرت که شعر خوندن منظورم این جمله است آقا که شعر خوندن یه کسی محضر امام رضا گفت آقا شاعر این شعر رو نفرمودین شعر مال کی بود آقا نمیخواستن اسم اون شاعرش بیارن فرمودن که عراقی لکم یه شاعر عراقی داره حالا یه آدم فوزلی اونجا گفت آقا من میدونم شاعرش کیه من بگم که ابو العطاهی شاعرش ابو العطاهی شاعر بسیار معروف و بنامی هست خب چرا حضرت نمیخواستن اسمش و رو بگن به این نام معروف شده بود اول یه معنای بدی داره معنا بدش هم اینه این یه وقتی با خلیفه عباسی مهدی عباسی دعواش شد مهدی عباسی این لقب و گذاشت این کنیه رو گذاشت روش ابوالعطا یعنی پدر نفهمی پدر نادانی پدر حماقت خب دستگاه خلافت بود دیگه این لقب که گذاشت جا افتاد حکومت بالاخره دستشون بود دیگه یه لقب برای کسی بذارن جا میفته دیگه این معروف شد بنده خدا به این ابوالعطای ما اسم دیگه ای داشت معروف شد به ابوالعطای پدر نفهمی پدر حماقت امام نمیخواست اینا بگن خیلی ناراحت شد که شما چرا کنیشو گفتید اینقدر مواظب آبرو بودن امیر مؤمنان تو نجل بلاغه این ظلم خدا نمیامرزه اگه آبروی مردم رو ببریم مال مردم رو ببریم جان مردم رو در معرض خطر به هر حال صاحب تبریزی میگه شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست نگو دل شکستیم صداش هم نشنیدیم ای طوری هم نشد که این صدا به قیامت بلند خواهد شد امیر مؤمنان باز در نهج البلاغه سلام الله علیه در نهج البلاغه می فرماد یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم اگه مظلوم اینجا نتونه یقتو بگیره ایشالله که همینجا بگیره اگه نتونست وقت قیامت که یقتو بگیره خیلی خیلی انتقام سنگین تر از این ظلمیه که تو اینجا کردی خیلی سنگین تر تو همین بیان نورانی امیر مامنان حضرت میفرماید اونجا فکر نکنید ظلمی که آدم به مردم میکنه انتقامی که خدا اونجا میگیره به این آسونیه مفصل کلام حضرت به هر حال نبی مکرم اسلام دو جمله داشتن دو جمله داشتن یه جمله شون همین بود فرمود ان الله لا يقذب لشيء كقذبه للنساء خدا برای هیچ چیزی به اندازه ظلم به زن و بچه خدا ناراحت بچه چیکار بکن و اگر به فرزند سقیرمون به فرزندانمون به همسر اون ترس کلم فرق, فرق نداره حالا عزیزانی که در فضای مجازی برنامه رو میبینن نگن آقا شما چرا همش از این طرف از اون طرف هم بله فرقی نداره آقا به خانم ظلم میکنه خانم به شوهر ظلم میکنه پدر مادرها به بچه ها ظلم میکنن بچه ها به پدر مادر مادرها ظلم میکنن همش فرقی نداره جمله دیگری که از نبی مکرم اسلام هست خیلی لطیفه امیر مؤمنان سلام الله علیه شبی که دست فاطمه سلام الله علیه رو دست علی گذاشت یه جمله فرمود فرمود یا علی ول قف به زوجتک ورفق با, با فاطمه مهربان باش با همسرت مهربان مدارا کن رفق مدارا یه جمله باور بفرمایید حالا من گاهی این تو ها گفتم اینجوری نباشیم انشالله که اگر ظریفترین نکات تربیتی رو ریزترین نکات تربیتی رو اهل بیت علیهم السلام بیان کرده باشن ما خیلی تحویل نگیریم معاذل اما اگه بگن آقا یه روانشناس غربی کتاب نوشته راجع به مسائل خانواده حال ترجمه دست چند و آقا اینا چقدر حواسشون به این جزئیات نه بابا 1400 سال پیش خاتم النبیین بیان کرده ما نخواستیم گو سالها دل طلب جام جم از ما میکرد اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد باور کن حدیثو رو بدین دست این روانشناس ها و اینا اینا توی کتاب باش می نویسن خدا هم بدونی یه کتاب باش می نمیسن. رسول خدا راجب اخلاق در خانه انس در خانه محبت در خانه فرمود جلوس المرعه من دوبار میخونم شما حفظ میشید جلوس المر اند ایالهی اینکه یه مردی تو خونش بنشینه اونس با خانه داره اخ خانه فراری نباشی الان خیلی مردم ها خونه فرارین حال ندارن تو خونه با زن و بچه شون میشه همه جهال حال داره غیر خونه اگه گعده بره اگه مسافرت بره اگه تفریح بره اگه ساعت ها با دوستانش گفتگو کنه خسته نمیشه اما به زن و بچهش که میرسه تو خونم برن اون دنبال گوشی خودش اینم گوشی خودشه بچه هم گوشی خودشه با هم اونس نمیگیرن فرمود جلوس المر اند ایاله این که مرد پیش زن و بچهش اونس در خانه بگیره افضل من اعتکافن فی مسجدی هازا از اعتکاف تو مسجد و نبی بالاتره من اعتکافن فی مسجدی هازا میدونید اعتکاف حداقل سه روز کمتر از سه روز که نمیشه که روز اول و دوم روزش مستحب روز سوم روزش واجب میشه و بهترین مکان برای اعتکاف هم مسجد النبیه مسجد الحرامه یا مسجد جامعه شهر آدم عبادت کنه نماز بخونه ولی رسول خدا فرمود جلوسل تو منشینی تو خونه پیش زن و بچت از اعتکاف تو مسجد من بالاتره بگذارید صادقانه یه جمله بگم بحثم رو کوتاه کنم زمان میگذره خیلی خستتون نکنم ببینید عرض کلم حالا من از خودم میگم نمیدونم انشالله که شما این ما دین شناس نیستیم خلاصه اگه دین شناس بودیم یه جور دیگه عمل میکرد اونایی که دین شناسان تفاوت داره کارشون با ما قصه بگم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه خیلی مرد بزرگواری بود خیلی بزرگوار بود از نظر اخلاقی معنوی علمی اخیرا لابد ملاحظه کردین دو سه هفته پیش مقام معظم رهبری مقدمه نوشتن بر یک کتاب خاطرات جبه و جنگ این آقای یکتا حاج حسین یکتا آقای چند خط نوشتن تو اون خط چند خط نوشتن که این آقای یکتا با آقای احمدی میانجی معنوس بودند که ایشون مقامات علمی و معنوی فوقلادهی داشتن و به من لطف داشتن تعبیر مقام معظم رهبری که آقای احمدی میانجی به من لطف داشتن مرد فوقلادهی بود به هر حال ایشون وقتی دعوت کرده بودن از طرف به یکی از مراجع شاید هم دفتر مقام معظم رهبری نمیدونم به یکی از مراجع هیئت اعزامی دارن مکه مدینه که علما برن اونجا سوالای مردم رو جواب بدن به ایشون گفتن آقا شما بیایید ایشون قبول نکردن حج واجبشون رو رفته بودن البته هر چی اصرار کردن قبول گفتن آقا چرا نمیای این خوب بچه هاشون فهمیدن گفتن بابا چرا نمیری فرمودن کجا برم حالا حج واجبم که رفتم من یه ما چه روز این عیالم بنده خدا این پیرزن اینجا تنها بگذارم مادر شهیدم بودی ایشون خودشم پدر شهید من چل پنجا روز سی چل روز این بنده خدا رو تنها بگذارم اینجا برم حج مستحبی بچه ها گفتن آقا شما برین مکه ما قول میدیم ما قول میدیم به نوبت بیایی موازه به مادر خدمت ما فرمود میدونم شما بیایید میایید میدونم ولی مادرتون با من راحت تره تو با شما نمیخوام مادرتون من باشم راحت تره تا شما میدونید خانما گایی نمیخوان تا زیر منت و اولادشون هم باشد. مادرتون با من نمیخوان برم خدایش ما اینجوری هستیم الان به من به شما بگن آقای حجی هست و یه هست و سفر زیارتی هست و آقا بریم کی شناستومه پاسپورت همه چیز آمان سحن امیر مامنان میدان در نجف سحن ایوان حضرت نشسته بودم یه آقای من گفت آقا میدونی سفر چندم حج منه گفتم نه علم غیب کنه گفت سفر پنجا و شیشمه گفتم ما شالله خدا قبل خانم کو گفت خانم سفر اول رو بردم گفتم ای بیره پنجا و, پنجا و پنج سفر خودت اومدی این دینشناس شناسنی فکر میکنه حالا ما بریم چکار داریم میگه آقا چرا اینجوری میکنی میگه خرجیشون رو گذاشتم خرجیشون رو گذاشتم خیلی عذر میخوام مثل که مثلا گوسفند تو خونه نگه که خرجیم این مرد بزرگ آیت الله احمدی من این دیندار و این دین شناس بودی گفته بود نه نمیخوام الا ای حال یه بخشی حالا من یه قطره ای گفتم از سیره حضرت اخلاق در خانش حالا اخلاق فردیشون اخلاق اجتماعیشون اخلاق سیاسیشون دیگه حالا یه دریاست دیگه حداقل این روزا و شبهای آخر ماه سفر یه فرصتی است ما مسلمان ها برگردیم به سیره حضرت السلام علیکم یا رسول الله بعد از نبی به دخترش امت امان نداد از مهر کس از تسلی اون خست جان نداد میخواست با نبی سوی من میخواست با علی سوی مسجد رود ولی میخواست عباس با علی سوی مسجد رود ولی در داک تازیانه قنفز امان ندار میخواست تا که داد جان به پشت در چون بی کسی علی دید جان نداد هر قهرمان کند به نشان خود افدخار زهرا نشان خود به علی هم نشان نداد امیر مؤمنان فرمود پیامبر در آنی از دنیا رفت این رأسه لعلا صدری سر پیامبر رو سینه من بود حسن این آمدن خودشون رو سینه پیامبر انداختن شنیدید میگن محتضر لحظه جان دادن رو سینه سبک باشه من دست حسن اینو گرفتم برداشتم پیامبر متوجه شد فرمود یا علی دعنی اشمه ما و یشمانی بذار علی جان حسن حسین و سینه من باشن من از اینها زاد و توشه بگیرم اینا از من زاد و توشه بگیرن من اونها رو ببویم اونا من رو ببویند اجازه بدید من یه جمله دیگه بگم شب جمعه در آستانه شب جمعه و شب زیارتی مخصوص سید و یا رسول الله در حالی از دنیا رفتید که حسن این رو سینه شما بودند سر مبارکتون رو سینه امیر مؤمنان اجازه دارم بگم یا صاحب از زمان یه روزی امام حسن و امام حسین رو سینه رسول خدا یه روزی هم پسر پیغمبر تو قتلگاه چشمانشو باز کرد و شمر و جالسون علا صدر خودم دیدم زبالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدم خودم دیدم گلوی اصغرم رو خودم در بر کشیدم اکبرم را اللهم لنول اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد بسمك الاعظم یا الله